نرخ دلار در ایران امروز به بیش از 14000 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار آمریکا در 6 ماه اخیر است. قیمت یورو هم به 15520 تومان رسیده. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی با افزایش قیمت بنزین آغاز شد و در روزهای اخیر با ارائه بودجه سال آینده شدت گرفت. تا پیش از شروع نارامی‌ها اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد کاهش یافته بود. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته افزایش قیمت‌ها غیر واقعی است و دولت با توجه به ذخایر ارزی و ارز صادراتی تلاش می‌کند قیمت‌ها را کنترل کند. مهداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از اسلو نروژ با ما. آقای سید عسکری، فکر می‌کنید علت دوباره افزایش قیمت دلار چیه؟ قیمت دلار دقیقاً همان چیزی هست که در گزارش فرمودید. واقعیت آن است که قیمت‌ها کنترل نشدنی هستند. شاید در مقاطعی بتوانند جلوی این امر را بگیرند، اما در مقطع کنونی هیچ گونه علاقه به جلوگیری از قیمت ندارن. رشد افزایش قیمت دلار که از 11800 تومان قبل از اعتراضات بود به 12300 تومان رسید، بعد دوباره کاهش پیدا کرد و الان به قیمت 14000 تومان رسیده. البته این وضعیت قیمتی کنونی اندکی کاهش پیدا کرد و در صورتی که نتوانند برنامه جدی تری در خصوص کنترل داشته باشند، این عدد با یک شیب بسیار بسیار ملایم اما افزایشی تا 2-3 ماه آینده بالاتر خواهد رفت. اینکه آقای همتی گفتن که این قیمت‌ها غیر واقعیه، با در دفعات گذشته هم همین حرفا رو می‌زدن که گفتن غیر واقعیه، اما هرگز پایین نرفت قیمت‌ها، همیشه به رو به افزایش بوده. ببینید این قیمت‌هایی که داره افزایش پیدا می‌کنه غیر واقعی نیست. از اون فنری که آرام آرام باید آزاد بشه، باید احمقانه داره اتفاق میفته و این فنر آرام آرام داره باز بشه و دولت هم در این خصوص هیچ گونه جلوگیری نمیکنه. اما اگر بخواهد شیب افزایش قیمت دلار به ناگاه به افزایش روزی 400 تومان تا 700 تومان در روز برسه، دولت کماکان مطابق سیاست‌های قبلی خودش به شیوه سرکوبگرانه سیاسی یا اقتصادی یا امنیتی وارد خواهد شد و دوباره شاهد تکرار سناریوی قبلی است. میفرمایید که دولت جلوگیری نمیکنه، فکر میکنید چرا جلوگیری نمیکنه؟ ببینید جلوگیری کردن این امر در حالت فعلی به نفعشون نیست، به خاطر اینکه قطعا این قضیه این قضیه بنزین در نقطه پسنداز میشه و حالت انفجاری در اونجا پیش میفته. تا الان حداقل به این نتیجه رسیدن که اجازه بدهند این افزایش قیمت آرام آرام باشه که از شدت تنش ها در آینده بتونن جلوگیری.